یکی از این سران اصلاح طلبان که رأی آورده بود و نایب رئیس اول مجلس الان آقای پزشکیان، اولین جلسه گفت که یه نفر بیاد بگه برجام چی توشه که ما حالا ببینیم. من نگاش کردم هیچ چی نگفتم، گفتم آقا تو تازه میگی برجام چی توشه، تو الان اومدی تو کمیسیون که میخوای بررسی کنی برجام را، تویی که اصلا خبر نداری برجام چی توشه. خب حالا اونجا نشستیم، واقعا هم هیچ کس نخونده بودن، هیچ کس. اشکال که میکردم آقای تختروان چی؟ یکی از این مدافعان سرسخت برجام حاج آقای ابوترابی بود، امام جمعه تهران. خیلی از موضع بالا، حاج آقا من برای توضیح میدم، من برای توضیح میدم. منم خیلی بهش احترام کردم. بعدش شد وقتی که وارد متن شدیم، هی رفت عقب نشست، عقب نشست، عقب نشست. ببینید من با دانشجو و اساتید دانشگاه کار ندارم، با حوزه و با آخوندا و مراجع کار ندارم، اینا نخوندن کار ندارم، با وزیر وزرا کار ندارم که نخوندن، با نهادهای مجلس کار ندارم. اعضای اصلی تیم مذاکرات یک بار برجام رو با دقت نخوندن. کی مثلا؟ ظریف، صالحی، کمالوندی، عراقچی. با ثباتترینشون عراقچیه. ظریف می اومد تو کمیسیون، وقتی می آوردیم می دونستیم اون دازه بود. عراقچی رو آوردید نه آوردید؟ به لحاظ حقوق بین الملل شما اتحادیه اروپا و کشور اروپایی رو دو جور میتونی بنویسی، معنا دارد. شما یه وقت میگید EU ممیز E3، یعنی اتحادیه اروپا و این سه تا کشور آلمان، انگلستان، فرانسه. یه وقت خود E3 بنویسی. ایسه یعنی اگه تعهداتی که به ایران داده میشه، وقتی کل اتحادیه اروپا تعهد میدن، وقتی این صد کشور ثمره داره دیگه، ثمره عملی داره اصلا، بلاز حقوق ملل ثمره داره. من یه بار بردم آقای ثابتی پیششون، بردم پیشش تو این دفعه اومده بود تو کمیسیون ما، اینور چرا ایسه داره، اینور چرا ایو ایسه داره، چه فرقی دارن؟ باور نمیکنید، خدا شاهده. ایشون هی نگاه کرد و نگاه کرد و نگاه کرد، گفت این اشتباه تایپیه. اصلا من دو دستی تو سرم زدم، گفت اشتباه تایپیه؟ یعنی شما اون مذاکره کننده هستی اینو نمیدونی؟ اصلا نمیدونی این تعهداتی که ما دادن ثمر عملی چیه؟ آقا رفتم بیرون سخنرانی خودم گفتم. این یه بار اومد تو کمیسیون مرکزی گفت آقای نویان چرا رفتی دروغ گفتی؟ من کی گفتم اون صفحه اشتباهی تایپیه؟ این صفحه گفتم اشتباهی تایپیه. من یادم تو کمیسیون بررسی برجام آقای صالحی اومده بود، با آقای صالحی گفتم که آقای صالحی این چه تعهدی رفتید؟ آخه چند نسل شما محروم کردید؟ کی به شما چنین اجازه ای داده؟ گفت آقا من فارسی بلد نیستم، متن انگلیسی گفتم، انگلیسی بخونم حل شد؟ گفتم حال میفهمم، آینده یعنی چند سال بعد ملت ایران راکتور خواهد ساخت؟ شما از الان قولش دادید بفرستید خارج؟ 10 سال بعد، 50 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد؟ با شوخی کردم گفتم اگه امام زمان سمولای تشریف بیاره میتونه جلوی این بند برجام وایسته یا نقض برجام میشه؟ جوابش این بود، خدا شاهده. آقای به معاون شروع کرد گفت آقا این کجا رو میخونه اصلا؟ کجا رو میخونه؟ کجا رو میخونه؟ نگاش کردم گفتم تو آقا پس چی میگی اصلا؟ بند کیو اکسس، اکسس همه میدونن یعنی دسترسی، کجا رو میخواید؟ اینا اینا میلیتری، میلیتری معنیش نظامی دیگه. بند 74 تا 78 جالبه بدانید آقای ثابتی، من روز 23 تیر ماه تو کمیسیون آموزش نشسته بودم، زدم تلویزیون ساعت 2 ببینم اینا چیکار کردن. دیدم آقای کمالوندی، کمالوندی کیه؟ سخنگو و عضو تیم مسابقه، سخنگو آقای صالحی، اومد پشت تریبون یه جمله گفت. من گفتم خدا پدرتی بیاموز، خیلی تشکر کردم دلم ازش. چی گفت؟ الان من که هسته ای توضیح داد، گفت ما دسترسی به اماکن نظامی ندادیم. من خیلی خوشحال شدم. آقا من رفتم 3 روز هیچ جا تکون نخوردم، روز 10 تا 15 ساعت برجام رو گرفتم بردم خونه مطالعه کردم، رسیدم بند 74 تا 78. اه دسترسی به اماکن نظامی که دوش هست که، پس چی میگو دسترسی ندادیم؟ یه روز بهش گفتم آقای کمالوندی تشریف بیارید. ایشون اومد اونجا، من بهش گفتم آقای کمالوندی تو گفتیم ما دسترسی به اماکن نظامی ندادیم تو کمیسیون بررسی برجام. گفت ندادیم آقا. من رفتم برجام آوردم گفتم اینجا رو مطالعه کن، هیچ چی دیگه بهش نگفتم. بند 74 تا 78. آقا رفت رسید به اون 20 دقیقه مجلس. من رفتم آقای کمالوندی گفتم آقای کمالوندی اونی که بهت نشون دادم متن برجام دسترسی به اماکن نظامی قانع شدی یا نه؟ گفت آقا بهت گفتم که ندادیم. گفتم بابا من متن بهت نشون دادم. آقای ثابتی چی برگشت من؟ گفت خدا شاهده اگر در کل برجام یک بار واژه میلیتری نظامی رو بند نشون بدیم از کل حرفام برمیگردم. رفتم رو صندلیم زیر واژه میلیتری خط کشیدم اومدم، گفتم آقای صالحی این کلمه چیه؟ گفت میلیتری. گفتم معناش چیه؟ گفت نظامی. گفتم آقای کارمندی بیا. گفت اگه یک بار بند نشون بدی اینا این میلیتری. به نظر شما چی به من گفت؟ وای دوباره نشون بدی.
خدا شاهده خیلی ناراحت شد، شروع کرد عصبانی، گفت جو اصلا شما به چرخ انگلیسی میخونی؟ من نگاهش کردم یعنی چی انگلیسی میخونم؟ سفیر ایران تو انگلستان الان کیه؟ آقای بعیدی نژاد. بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده، درست، رئیس تیم تخصصی برجام بود، مذاکرات بود. من با آقای عراقچی که صحبت میکردم، آقای عراقچی من میگفت که تو به اینم داری اشکال میکنی؟ آخه اینه که بچه خیلی خوب، تو به این چرا اشکال میکنی اصلا؟ حالا یه نکته بگم، ایشون کتابی داره به نام گام به گام تا برجام. خبرنامه ازش میپرسه آقا شما سه چهارم تحریم‌ها رو تعهد دادید بمانند، فقط تحریم هسته‌ای چرا گفتید؟ ایشون در جواب میگه آقا تحریم‌های دیگه اصلا مهم نیست، این تحریم‌ها فقط مهمه. میگذره میبینیم به خاطر موشک دوباره تحریم اومده. به خاطر خبرنامه ازش میپرسه آقای بعیدی نژاد چی شد؟ آقای ثابتی میدونی چی جواب داد؟ گفت راستش من نمیدونستم. منافع مملکت رو دادیم دست کی؟ آقای ظریف اومد تو مجلس، من جلسه غیرعلنی بود، من برجام یه دور خونده بودم، نشسته بودم توضیح داد این رسید بحث تحریم ها، گفت ببینید در تحریم ها هر چی تو برجام اومده ما گفتیم باید لغو بشه، اصلا تعلیق نیومده. خدا شده وقتی که ایشون گفت من دو دستی تو سرم میزدم، این مرد چی داره میگه تعلیق نیومده؟ یعنی چی؟ معادل واژه لغو لیفت است و ترمینیت، دقیقم نیست، حالا نمیخوام مسامحه میکنم، دو معادل واژه تعلیق ساسپنده. میگه اصلا تعلیق نیومده، هیچ جای برجام تعلیق نیومده، کلمه تعلیق در برجام وجود نداره. آقای دکتر نجابت، دکتر توکلی، مثلا چهار جا رو بهش نشون دادن، ساسپند 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 ساسپند، تعلیق 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 تعلیق. رضاشون چی بود؟ برگشت گفت که من اصلا اینا رو ندیده بودم تو برجام. اونجا از آقای ظریف کسی نبوده بپرسه خب پس شما چی دیدی؟ نه جدا سوال دیگه، شما از برجام چی دیدید که؟ هیچی، یه چیزهای برای همین آقای ظریف گفته، برای انتخابات نیاز داشتن ها. برای انتخابات نیاز داشتن، برای همین آقای ظریف اعلام کرده هر گونه توافقی بهتر از توافق نکردنه. مقام معظم راهی فرمودین بچه‌ها متدینان چش. ما تعبدن می‌پذیریم. متدینان پس راست میگن؟ راست میگه. اگر دروغ میگه که واویلاست. اگر راست میگه که با ویلاتر است، معنیش اینه که یک بار برجام را با دقت نخونده. واقعا این جای برجام تعلیق نیومده. آقا اینجا الان برجام دست زیر دستمونه، میزنم ساسپند، یه سرچ میکنیم ببینیم هست این ساسپند، میگه هیچ جای برجام نیومده، نمیدونم میتونه نشون بده یا نه، این ساسپند اینا، این ساسپند اینا، میگه هیچ جا نیومده، این برجام دیگه، دوباره میگه هیچ جای برجام نیومده، اینا ساسپند اینا، دوباره باز میگه هیچ جا نیومده، اینا ساسپند دوباره نگاه کنید، این ساسپند